خراسان هستید از موج متوسط 670 ام و من هم علیرضا حکمت شعار. همونطور که خدمتتون عرض کردم امسال اولین سالگرد درگذشت محسن مرزبان عزیز هست، بازیگر تئاتری که ناگهان از میان ما پرکشید و متاسفانه اندوه زیادی رو در میان دوستان و همکاران تئاتری و هنرمند خودش در شهر فرشتگان و سراسر دنیا به جای گذاشت. پارسال در موردش زیاد صحبت کردیم و امسال هم تصمیم گرفتم که از فرزاد حسنی عزیز دعوت کنم که هم مراسم ایشون رو پوشش گسترده پارسا دادن، هم که تلاش بسیار زیادی کرد. اگر شنونده برنامه بوده باشید که یک چشم به هم زدیم یک سال گذشت، به خاطرتون میاد که در این مورد با فرزاد حسنی و در رابطه با مراسم ایشون صحبت کردیم. خالی از لطف ندیدم که امسال هم از ایشون دعوتی به عمل بیارم تا هم ادای احترامی کرده باشیم به روح بزرگوار محسن مرزبان و همین که نگاهی بندازیم و تجدید خاطره بکنیم با این اسم. فرزاد جان خیلی خوش اومدی به برنامه، خوشحالم که دعوت من رو امروز هم قبول کردی. سلام علیه جان، خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم به برنامه محترم سلام عرض می‌کنم و برای همه آرز سلامت دارم. خدمت گزارم، انشالله که شما هم سلامت باشید و برای به هر حال خبرهای خوب و صحبت در رابطه با هنرمندانی که در قید حیات هم وظیفه ما هم هست که بیشتر ازشون سپاسگزاری کنیم در خدمتتون باشیم. اما فلشبکی بزنیم به زندگیات محسن مرزبان، یه مقداری خواهش میکنم توضیح بده از زندگی هنری زندگیات مرزبان. زندگیات محسن مرزبان در حقیقت کار خودش رو از گروه چارچ دیگر آغاز کرد و نمایش آسد کازم که یکی از معروف‌ترین متن‌های محمود استاد محمد هستش رو ایفای نقش کرد درش و تا پیش از مهاجرتش همکاری‌های گسترده‌ای رو با گروه‌های تئاتری مختلف در ایران داشت، به ویژه با محمود استاد محمد، فرهاد مجدآبادی و هوشنگ توزی و دوستی و رفاقت خیلی نزدیکی که با محمود استاد محمد عزیز داشت در نهایت به پیوند خانوادگی با این خانواده محترم منجر شد و این دوستی و رفاقت تا سالهای سال ادامه داشتش و بعد از مهاجرت هم فعالیت های مختلف رو در خارج از ایران انجام دادی که مهمترین فعالیت های آقای محسن مرزبان مشارکت در نخستین اجرای شهر قصه در خارج از ایران بود که به کارگردانی مرحوم بیژن مفید انجام شد و ایشون به عنوان بازیگر مشارکت داشت و جالب و خواستم که ایشون نقش استاد محمد رو در واقع استاد محمد اگر خاطرتون باشه نقش خر رو در شهر قصه بازی کرد، ایشون همون نقش رو ایفا کرد و ولی با صدای محمود استاد محمد که در خارج از ایران با استقبال گسترده مواجه شد در اون مقطع زمانی. بله. و بعد از اونم در عمده تئاترهای مهمی که در خارج از کشور با مشخصات تئاتری تئاتر در مهاجرت هستش مشارکت داشتش و در تئاترهای مختلفی بازی کرد و همچنین در یک فیلم سینمایی به نام مهمانان هتل آسیا به کارگردانی رضا علامه‌زاده درباره شرایط پناهندگان ایرانی در ترکیه بود اون کار کرد و تئاترهایی مثلا کافه اکبر آقا نوشته هوشنگ توزیع و آن سفر کرده نوشته جویا زاکاریان فعالیت داشت و به طور عمده کارنامه‌ای که داشت با مجموعه در واقع کارگاه نمایش 79 به سرپرستی هوشنگ توزیع و با مجموعه رضا ژیان و زویا زاکاریان در چندین نمایش به ایفای نقش پرداخت و عمدتا همین نقشهایی که ایفا کرد با استقبال ایرانیان خارج از کشور همراه. میدونم که سال گذشته مراسمی که برایشون برگزار شد مراسم بسیار مفصلی بود و هنرمندان خوبی هم در اونجا حضور داشتن، من جمله خانم آهو خردمند که شنوندگان ما نام ایشون رو به خوبی میشناسن. از اون مراسم صحبت کنین. تئاتر و سینمای فعال در مهاجرت تونستن تو یک شب فارغ از همه مشکلات و مسائل هاشون کنار هم بیان به بهانه بزرگداشت نام و خاطره همکارشون
و اتفاقات خیلی جالبی توی این برنامه رقم خورد. خب آغازگر این برنامه خانم شهره آقاشی بود که نقش مقابل ایشون رو در فیلم میهمانان هتل آستریا بازی کرد و در ابتدای مراسم مشخصا گفتش که هدف ما از برگزاری مراسم سوگواری برای محسن معرفان نیست، چرا که گاهی وقتا فقدان یک دوست تا سالها فراموش شدنی نیست و ما اینجا امروز جمع شدیم که به یاد محسن معرفان و فعالیت‌های زندگی هنریش رو جشن بگیریم و به همین خاطر که اصولا صحنه رو اون روز ما طوری چیده بودیم که تداعیگر یک صحنه تئاتری باشه و دوستان یک به یک اومدن و خاطره‌هاشون رو با محسن معرفان قسمت کردن. پرویز کاردان توی مراسم حضور داشت و دقایقی راجع به ایشون صحبت کرد. مری آفیک توی مراسم گفتش که تنها صدا و تصویر نیست که میماند و با تمام کوشش هایی که با خوردن خاک صحنه سالیان سال میکنیم در واقع صدای دنیا رو به نوعی به خودش باز میگردنیم و احساس های متفاوت و شخصیت های متفاوت رو ما بازیگران نگاه میکنیم و در ادامه گفتش که محسن معرفان هم به اعتقاد من از همین صداها و تصاویر ماندگار بود که متاسفانه خیلی زود سفرش رو آغاز کرد. علی پورتاش سخنران بعدی و مراسم بود که محسن معرفان انسان آرامی توصیف کرد که کم ولی به جا حرف میزد و وقتی روی صحنه بازی میکرد به راحتی توسط تماشاگر نقشی که ایفا میکرد باورپذیر میشد. بعد در این مراسم بخشهایی از پیام‌های تکفیری دوستان و عزیزانی که نتونسته بودن توی مراسم حضور داشته باشن پخش شد. پرویز صیاد از اولین تجربه همکاریش با محسن معرفان گفت و گفتش که در اولین کاری که به او سپردم نقش چندانی برای ایشون نداشتم و یه نقش کوچیکی بود، ولی با وجود اینکه ایشون سابقه کاری تئاتری بالایی داشت با مناعت تب این نقش کوچک رو قبول کرد و به خوبی ایفا کرد و من همون موقع متوجه شدم که تنها با یک بازیگر خوب مواجه نیستم، بلکه با یک انسان وارسته مواجه هستم. ماشا منش که از سال 1977 با محسن معرفان آشنایی داشتش، اون رو یکی از بزرگترین بازیگران تئاتر خارج کشور معرفی کرد که همکاری های خوبی با بیژن مبی، پرویز صیاد، رضا ژیان و هوشنگ تولی داشتش. یکی از ویژگی های جالب محسن معرفان این بود که دوستان زیادی در حوزه‌های مختلفی داشتش و خود منم نمی‌دونستم. عباس صفایی شاعر بزرگ معاصرمون یکی از دوستان نزدیک محسن معرفان بود که توی مراسم حاضر شد و پیش از اینکه صحبت خودش رو آغاز کنه این پیامی را از دوست مشترکشون علی کامرانی با دیگر تئاتر ساکن آلمان خوند و در ادامه شعر کوتاهی هم از خودش به یاد معرفان خواند و گفت که نام رفتگان را دلم نمیآید از دفتر نازک تلفنم خط بزنم. و محسن معرفان رو قدیمی ترین دوست خودش در امریکا معرفی کرد و گفت محسن معرفان اولی کسی بود که در امریکا با او آشنا شدم و دوستی من با او تا به امروز ادامه داشتش. زویا زاکاریان هم از جمله کسانی بود که فرصت حضور در این مراسم رو پیدا نکرد، اما توسط فرهاد دانشفات پیام نوشتاری رو فرستاده بود که قرائت شد و بخشی از پیام اینطوری بود که هیجان و شور کودکانش کاری به تقویم سن و سال و تاریخ دیروز و امروز نداشت. او همیشه جوان بود و مانند خود زندگی میجوشید. کافی بود موضوعی نظرش رو جلب کند، آن وقت مثل بچه ها چهارشنبه سوری را میانداخت و بعد پشت بشه. بعضی ها را نمیشود به خاطر خود. صد سال هم که از رفتنشان بگذرد همچنان حی حاضرند و محسن در وجود تک تک یارانش به حیات پرشورش ادامه خواهد داد. بعد بخشی از فیلم هتل آستریا پخش شد و ناصر شاهین‌پر و مجید روشنکر صحبت کردند و در انتهای برنامه هوشنگ توزیعی که برنامه به همت ایشون و گروه تئاترشون برگزار شده بود روی صحنه آمدن و اتفاقات خیلی جالبی صورت گرفت و امیدوارم روزی به اصطلاح این گزارش این مراسم پخش بشه. هوشنگ توزیعی در انتهای این برنامه گفت هنرمند واقعی باید در دنیا فهم داشته باشد، باید دنیا را نسبت به آنچه که در هنگام ورودش به دنیا یا کمی زیباتر سازد، باید دنیا را کمی مسادت بخش سازد و کمی بیشتر اطرافینش کند و همسازش کند. این قرار است سهم او باشد و محسن معرفان در چشم من چنین کسی بود، بیان که خواسته باشم درباره او پلوی کنم. بعد در ادامه صحبتاش گفت کار هنرمند نوعی عبادت است، خنده بی نفسی است. درخشش محسن معرفان در کار کمدی نه آسان به دست آمد و نه کار حرکتی بود. و در انتهایش اشاره کرد به این موضوع جالب که محسن معرفان اولین کار نمایشی خودش رو در ایران با هوشنگ توزیع انجام داد و آخرین کار نمایشیش به نام سورپرایز پارتی رو هم
در امریکا با هوشنگ تبدیل به پایان باشیم و توضیح گفتش که من محسن مرزبان را خیلی خوب میشناسم و با او دوست بودم و رابطه دوستی با او و محمود داشت تا محمد رابطه خاصی بود و دم و غصه و خاطرات و تلخی ها و شیرینی های بسیاری رو با هم تجربه کردیم و یک اتفاق خیلی خیلی جالب هم در اونهای مراسم اتفاق افتاد که خیلی حاضرینی در این مراسم رو شگفت زده کرد و به اصطلاح سورپرایز شدن. در انتهای صحبت های هوشنگ توزیع یک ایشون به صورت بداهه یک نقشی رو ایفا کردن و حاضرین رو واقعی کردن. ایشون در حال سخنرانی بود و خیلی جدی داشت صحبتاش رو به اصطلاح ارائه میکرد به مخاطبین که خیلی اتفاقی تلفن همراهشون زنگ میخوره. نگاهی به گوشی میکنه، گوشیشو در میاره، نگاه میکنه، میبینه که شماره به گوشیش نیافتاده. صحبتشو قطع میکنه چون تلفن قطع نمیشد. بعد پشت تریبون به تلفن جواب میده. از اینجا به بعد تماشاگرها شاهد مکالمات عجیب و غریبی هستن بین هوشنگ توزیع و کسی که اون سوی خط هستش. به تدریج از این بین لابلای مکالمات هوشنگ توزیع متوجه میشن مخاطب کسی که اون سوی خط و داره با هوشنگ توزیع صحبت میکنه کسی نیست به جز محسن مرزبان که از اون بالا شاهد و ناظر تمام این برنامه بوده و نظر خودش رو گوش به خیلی از رویدادهای این برنامه اعلام میکنه و بعد در انتها به همه سلام میده. این اجرای بداهه خیلی خیلی با استقبال بسیاری از طرف مهمانان مواجه شد و انتهای برنامه هم با پخش آخرین تولد محسن مرزبان در حضور خانوادهش به اصطلاح به پایان رفت و این برنامه میهمانان خیلی خیلی زیادی داشت. ایران خانواده محسن مرزبان تشریف داشتن، آقای خردمند عزیز بود و خانواده خودشون هم همراهی میکردن مراسم رو و به نظر من یک یادبود خیلی بزرگی بود برای ایشون و البته ایشون مطمئنن کارها و فعالیتاشون میمونه و زیاد رفتن نیست و اضافه بکنم به این که خب یکی از ویژگی‌های ایشون خانواده داری ایشون و تاکید و توجهشون به خانواده محترمشون بود و خوشحالم که امروز از ایشون دو یادگار خیلی خوب باقی مونده. مزدک عزیز که امروز یکی از وکلای برجسته هستش در امریکا و دختر عزیزشون مونا جان که یک دو روز پیش فارغ التحصیل شدن در رشته دکترای دانشگاهی و اینا ثمره تلاش و کوشش این بازیگر هستش علاوه بر زندگی هنری در زندگی خانوادگیشون و نام نیکشون به نظر من تا سالهای سال به جا خواهد موند. خیلی متشکرم فرزاد جان از توضیحات جامع و کاملی که در این مورد دادی. صدای فرزاد حسنی رو شنیدید، روزنامه‌نگار و نویسنده که در رابطه با زنده یاد محسن مرزبان با شما صحبت کرد و گزارش مبسوطی هم از یادبود زنده یاد مرزبان که سال گذشته برگزار شد.